فصل چهارم. تو قدرتت رو به کریتوس دادی؟ آرس از شدت خشم شمشیرش را فشار میداد. با خود می جنگید که خشمش را کنترل کند و از این رو عضلاتش منقبض شده بود. برای کمک به یه فناپذیر علیه خانوادت؟ صدای پوزیدون سرد و تاریک و عمیق مانند دریاهایش بود. اگه یه بار دیگه قلمرو منو با موجودات تایفونی از کثیف کنی نابودشون میکنم. و تو برادرزاده من، از گزند من در امان نیستی. بله، برادرم جنگ میان خدایان رو ممنوع کرده، اما خشم منو تحریک نکن، وگرنه آرزو میکنی که کشته بودمت. فهمیدی؟ آرس شمشیرش رو کمی از نیام بیرون کشید و گفت: کلمات جلوی نوک شمشیر پوچند. اینو یادت باشه خدای جنگ، سلطان دریاها منم. هر کسی که وارد قلمروی من میشه باید به من احترام بذاره، حتی خدایان. خدایان در سواحل مدیترانه در مصر شاخ به شاخ ایستاده بودند، آنقدر استوار و بلند که به طاق آسمان میرسیدند. آرس پس از چند لحظه سکوت را شکست و گفت: نیازی نیست اینطوری با هم رفتار کنیم. اما هایدرای تو؟ درسته، هایدرای من بود، اما من اونو نفرستادم توی قلمروت. پوزیدون پلکی زد و گفت: حقیقت داره؟ بگو ببینم عموی عزیز، چه کسی این خبر رو بهت داده؟ شرط می‌بندم کار همون هرزه مکار آتناست. پوزیدون پاسخ داد: چطور؟ درسته، اما و قبل از اینکه بیاد پیش تو گولت بزنه تا قدرتت رو به طول سگش بدی هم از حضور هایدرا با خبر بودی؟ گولم بزنه؟ میدونی من دیگه اولمپ نمیرم، نه تا وقتی که پدرم مرتب به ساز خواهرم میرقصه. به همین خاطر دیگه قبل از اینکه دروغ‌هاش پخش بشه و همه باور کنن نیستم که جلوش رو بگیرم. خدای جنگ به سمت عمویش خم شد، آنقدر نزدیک که از نزدیکی آتش موهایش با دریای ریش خدای دریا بخاری بلند شد و سپس ادامه داد: از خودت بپرس عموی عزیز، این سوال رو فقط از خودت بپرس، چرا؟ ابری متفکرانه بر پیشانی خدای دریا پدیدار شد. چرا باید من به قلمروت اهانت کنم؟ چرا باید دریاهات رو شلوغ کنم؟ چه سودی برام داره؟ که کریتوس رو بکشی، این چیزی بود که آتنا گفت. اگه من به این هایدرا فرمان داده بودم چرا باید میفرستادمش سمت قبرستان کشتی ها؟ از کجا میدونستم که کریتوس اونجا میره؟ اصلا من نیازی به هایدرا برای راحت شدن از شر کریتوس ندارم، از کرم هم برام کمتره. هر وقت بخوام بمیره مثل آب خوردن این کارو انجام میدم. اگه الان زنده است به خاطر اینه که عذاب کشیدنش برام لذت بخشه. اما اگه فرستادن اون به قلمروی من کار تو نبوده؟ قصد تهمت زدن ندارم، اما کی از این واقعه سود برد؟ کی شما رو مقابل من قرار داد؟ کی از قدرت شما برای قوی کردن یه طول سگ بی ارزش استفاده کرد؟ پوزیدون کمی عقب رفت، با چشمانی درشت برادرزاده جنگ طلب خود را نظاره کرد و گفت: من نمیتونم قدرتی که به کریتوس دادم رو پس بگیرم. خدای جنگ گفت: اینو هم به خوبی میدونستم. خدایی با افتخار و وقار شما هیچ وقت چیزی که بخشیده رو پس نمیگیره. اما من نیستم که اینو از شما میخوام. من فقط برای احترام به شما اینجام عموی عزیز. میدونم که هنوز مقداری محبت برای آتن دارید. زئوس جنگ مستقیم بین خدایان رو ممنوع کرده، اما همونطور که قبلا به من گفتی مجازات دیگری هم وجود داره. لشکرم دقیقاً همین ساعت به آتن میرسن. چرا پیش من اومدی؟ برای نشون دادن حسن نیتم عمو. میدونم یه روزی اون شهر رو برای خودت میخواستی. اگه بخوای من آتن رو بدون آسیب زدن رها میکنم. حتی اگه فکر کنی همه حرفای من دروغ بود و آتنا راست بگفته هم اعتراضی ندارم. همه اهل اولمپ میدونن که من در دروغگویی انگوش کوچیکه خواهرم هم نیستم. پوزیدون نفسی چنان عمیق کشید که آب و هوای مدیترانه تا شمال دور تغییر کرد. در نهایت تصمیمش را گفت: نمیدونم کدومتون منو فریب میدید، شاید هم هر دوتون، اما اون شهر هیچ اهمیتی برام نداره. نابودش کن و به گل بشونش، مهم نیست. این را گفت و با طوفانی ناپدید شد. لبهای بیرحم آرس به هم دوخته شد. لبخندی از جنس آتش بر آنها جاری گشت و گفت: حتما عمو جان، حتما این کارو میکنم. سپس خدای جنگ به سمت آتن حرکت کرد. در تالارهای دوردست اولمپ آتنا دستش را داخل حوضچه‌ای کرد که برای دیدن برادرش از آن استفاده میکرد. دستش را به شهد رنگی داخل حوض کوبید، گویی میتوانست هم پوزیدون و هم آرس را نابود کند. و وقتی بیکار میشد و گوش میداد صدای گریه و ناله ستایش کنندگانش را از آتن میشنید که از او طلب رحم و کمک مقابل لژیونرهای هیولای آرس و خود او که حمله ور بودن میکردند. و با وجود آرس در میدان جنگ فرمان زئوس او را از حضور در آن نبرد منع میکرد. لبانش را برهم فشرد و خشمش از درون شعله ور شد. پوزیدون حق نداشت برخلاف حرفش عمل کند. حداقل عمویش مستقیم به آرس کمکی نکرد. شاید. بله،
هنوز هم میتوانست این را به نفع خود تغییر دهد. کریتوس بدون دخالت پوزیدون در طی چند روز میتوانست خودش را به شهر محاصره شده برساند. هنوز هم قصد داشت کریتوس را در موقعیتی قرار دهد که نقشه های آرس را برهم زند. اما تنها چند روز فرصت برای آتم مانده بود. آرس ستایش کنندگان او را در این چند روز عذاب میداد. آتنا به سرعت از تالارش به سالن جاودانگی رفت و به راهش ادامه داد تا راهروی سنگی تبدیل به علفزاری زیبا شد. در راهرو با دقت قدم میزد. بسیار ظریف و آرام. گوزنها در اطراف مسیر با او همراه بودند و او زود از آن محیط خارج شد و به جایی رسید که تابستان ابدی بود. آتنا ایستاد و کاری نکرد و منتظر تشخیص حضورش بود. آرتمیس علاقه به غافلگیر شدن نداشت و تیر کمانش هم هیچگاه خطا نمی رفت. مدتی بعد صدای خشخش برگ‌ها از بوته‌های اطراف بلند شد. الهه آرتمیس جلو آمد و در نظر پدیدار شد. کمان بر پشت و تیردان بر کمر، کاملا در خور شکارچی خدایان. آتنا سرش را رسمی فرود آورد و گفت: درود بر تو آرتمیس، خواهر من. شکارچی فقط از سر کنجکاوی نگاهی به او انداخت. او هیچگاه اهل حرفای رسمی نبود. منتظر برادر دوقلوم بودم. آپولو این نزدیکی هاست، میخوام ازش استقبال کنم. مشکلات بزرگم و خرد خدای روشنفکری هم به کارمون میاد. نگاه آرتمیس طوری بود که گویی آتنا گوزنی است که در پی شکار اوست و سعی در تخمین مسافت دارد. حتی مخلوقات من هم خبر حمله برادرمون به شهرت رو شنیدن. آرس لشکر دنیای حادث رو به جنگ میاره. ارواح لژیونرها و کمانداران هرچند قوی هستن، اما مردم آتن میتونن جلوشون وایسن. موجودات دیگر هم هستن که هیولاهای واقعی هم و شکستشون از توان فناپذیران خارجه. آرتمیس حول یک دایره حرکت میکرد و میاندیشید و گوش میداد. سپس به آرامی گفت: ما موقع شکار میدونیم که تومه چیه و شکارچی کیه. در نهایت سادگی حقیقت مشخصه، اما میان تو و آرز هیچ چیز مشخص نیست. نمیخوام بین من و برادرم قضاوت کنی. اصلا چنین چیزی ازت نمیخوام. صرفا اومدم بهت اخبار مهمی بدم. چیزی به جز اسم اون شهر هم برات اهمیت داره؟ چهره آتنا مثل سنگ سفید شد. یادش نبود که حرفای آرتمیس مانند تیرهایش برنده هستن. البته که سرنوشت بندگانم برام اهمیت داره. باید متوجه بشم چیه که آزارت میده. آرس دوست من هم نیست. سربازاش در جنگل‌های من هم رژه میرن، اما نمیتونم توی میدان جنگ باهاش بجنگم. زئوس اجازه این کار رو نمیده. آرتمیس کمانش رو درآورد، تیری به زه گذاشت، سپس شلیک کرد. تیر به تنه درختی نشست. سپس ادامه داد: کاش بشه با همین کمان اونو بزنم. آتنا به آرامی گفت: جنگل‌هات، حیواناتت، همه شکار سربازان برادرمون میشن، ساکنان شهرت. اونا هم به جنگل‌های من قدم میذارن. آتنا جوابش رو داد: اونا فقط از جنگل‌ها و حیواناتت استفاده میکنن، اما آرس نابودشون میکنه. لشکر مردگانش برای پرستش ما یا حفظ موجودیتشون به اونجا نمیان. اونا فقط برای نابود کردن میان. آرتمیس موافقت کرد: بله متاسفانه. آتنا گفت: مردم من اگه زنده بمونن طبیعت رو پاس میدارن. ستایش کنندگان من تو رو گرامی میدارن و بهت احترام میذارن. برای مثال سال گذشته جایزه جشنواره دیونیسوس رو یه نمایش که در متن تو بود برنده شد. تراژدی آکتئون شکارچی. آرتمیس گفت: تراژدی؟ من دنبال شادی در زندگی هستم. آتنا همیشه فکر میکرد که تبدیل آکتئون به گوزن و خورده شدن توسط سگ‌های شکاری خودش یک مقدار بی‌رحمانه بود. به همین دلیل هم آن را تراژدی خوانده بود. اما تفکرش را بازگو نکرد. سپس گفت: حیفه که مشکلم با آرس نمیتونه مثل اون قضیه یه راه حل کامل و اساسی داشته باشه. پس چرا این موضوع رو اینجا پیش کشیدی؟ آرس همونطور که به خنجرتون نمیمیره، در مقابل تیر منم آسیب ناپذیره. آتنا پاسخ داد: زئوس هیچ وقت حتی اجازه شلیک یک تیر رو هنگام عصبانیت نمیده. با این حال لشکر آرس داخل باغهای مقدست بیرون آتن داره رژه میره. اون موجودات کثیفش حتی به حیوانات بی‌آزار تو هم رحم نمی‌کنن. آتنا دستانش رو جلویش گرفت. آنها رو به هم فشرد. کمی جدایشان کرد و بالا برد تا تصویری بین او و آرتمیس پدید آمد. چه جنایتی؟ اشکی بر گونه آرتمیس بر اثر دیده شدن نابودی سرکشانه جاری شد. آتنا دستانش را بازتر کرد و صحنه بزرگتر شد. جویبار پر از خون شده. خون حیواناتت. آرس شکار که نمی کنه. نه دنبال غذا یا لذت شکاره. مرگ تنها چیزیه که ارزاش می کنه. نه مهارتی، نه افتخاری، بلکه تنها قتل عام بی پایان. این جویبار با خون گوز، خرگوش و حتی پرندگان تو قرمز شده.
تصویر بزرگتر شد و قسمت بیشتری از جنگل تا نزدیکی دیوار بلند دور آتن را نمایان کرد. کرکس‌های گرسنه به گوشت آهو و روباه نمایان شدند. غول تکششمی با گرز بزرگی در دست دیده شد. با حرکت گرز به چپ و راست استخوان حیوانهای مختلف را که از قبل مرده بودند خورد می‌کرد. پشت سر غول تکچشم صدها لژیونر نفرین شده و کمانداران جهنمی قرار داشتند. هیچ کدام از اونا ذره احترام برای جنگل یا ساکنانش قائل نیستند. آتنا مکس دراماتیکی کرد و ادامه داد: البته ساکنان سابقش. پشت سرشون چیزی به جز مرگ باقی نمیذارن و در نهایت به شهری میرسن که مردمش تو رو هم مثل من ارج مینهن. آتنا در ادامه گفت: لشکر آرس همین بلا رو هم سر مردم میارن. نبرد پیش رو میان سربازان من و آرس خواهد بود و تو دیدی نتیجهش رو. میدونی که من همیشه به جنگل احترام گذاشتم و آسیبی به اون نزدم. آرس هیچ وقت اهل این کارا نبوده. مثل همیشه برای قدم گذاشتن به مراتع و جنگل هام از من اجازه نگرفته. آتنا گفت: تمام تمرکزش روی کشتنه. مهم نیست چه چیزی رو نابود میکنه. تصویر را بزرگتر کرد تا جزئیات بیشتری از لشکر آرس که در جنگل های پردرخت دیگری رژه میرفتن مشخص شد. وقتی خشم در صورت آرتیمیس جایگزین ناامیدی شد، آتنا ادامه داد: هیچ کدوممون نمیتونیم بنابر قانون پدرمون با آرس بجنگیم. اما این قانون شامل حال برادرمون نمیشه که داره ستایش کنندگان ما رو نابود میکنه. قسم میخوری که جنگل ها مقدس خواهند بود؟ موجودات جنگل رو علیه سربازان آرس تحریک کن و من سوگن یاد خواهم کرد. اون موقع خواهیم دید که همه مردم آتن تو و معابد روستاییت رو عج مینهند. آتنا با احساس ادامه داد: ما نباید بذاریم معابدمون که مقدس شمرده بودیمشون رو نابود کنه. جنگل های پر از خزندگان و پرندگانت رو. آرتیمیس رویش را برگرداند، تیری در کمانش گذاشت و زه را کشید. آنقدر کشید که دو سر کمان به هم رسید. سپس زه را رها و تیر آوازی سر داد و به آسمان پرواز کرد و تبدیل به خورشیدی در کنار مخلوقات برادر دوقلویش شد. از تیر خورشیدیش جرقه‌هایی در هوا پدید آمد. آرتیمیس با لحن رسمی گفت: برای لشکر آرس غیر ممکنه که از جنگل‌های تحت حفاظت من عبور کنه. الهه شکار این را گفت، ناپدید شد و به سمت جنگل رفت. ثانیه‌ای بعد برگ‌های مسیر او پریشان شدند و آرتیمیس به عضوی از قلمرو خیش تبدیل شد. آتنا این موضوع را موفقیتی جزئی تلقی کرد. موفقیتی کسب کرده بود. اما با این حال همچنان آتن یا حتی اولمپ با وجود آرس امن نبود. حال موقع عملی کردن مرحله دوم برنامه‌اش بود. کریتوس باید آموزش می‌دید. باید امتحان می‌شد و مهمتر از همه باید به خوبی مسلح می‌شد.